دا پلازمینه کابل ولسوالی لا پخوا تر اوسه پورې ډېرې کارونه تر سره شوي دي خو نام نه هم بللی کېږي لکه څنګه چې مو په رپورټ کې در سره شریک کړل دا پغمان ولسوالی په اړوندو سیمو کې هم په امنیتي سرتیرو باندې برید تر سره کېږي چې 15 تنه سرتیر خپل ژوند له لاسه ورکوي همداراز په قرهباغ ولسوالۍ کې هم د وسلوالو مخالفینو تحرکاتو خلک ویرولی دي او خلک په ټوله کې نیوکه پر امنیتي ځواکونو له دې اړخ څخه کوي چې دوی خپل ځان امنیت په ساتنه نشي بریالی کېدلی نو د ولس امنیت به څنګه بریالی شي خو اوس مهال کې چې رښتیا هم دغه چاره حاکمه ده او ولسونه هم ترې څارټه کوي څه کول په کار دي او ضعف دلته په څه کې لیدلی کېږي غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي اسدالله ندیم د سیاسي چارو له کارپوه سره چې همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل ده البته په بښنې سره دا پوځي چارو کارپوه ښاغلی ندیم سلام او وخت مو په خیر ستړي مشئ وعلیکم السلام مننه کوم ښاغلی ندیم چې زموږ بلنه مو منله غواړم چې دا پلازمینې کابل د روان امنیتي وضعیت په اړوند له تاسو څخه وپوښتم څنګه یې ارزیابي کولی شو مننه صبور جانه تاسو ته او د نیوز درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې لرم متاسفانه وضع امنیتي نه تنها در کابل بلکې در بسیار نقاط کشور کاملا بد است و وخیم است اوضاع امنیتی کاملا بحرانی است و این خود ثابت میکنه که ضرورت و تامین صلح باید رهبران در دو طرف یعنی طالبان و دولت بیشتر در مورد تامین صلح باشند تا جنگ و میبینیم تلفات در دو طرف زیاد است مثلا در هفته اخیر تلفات در نیروهایی که با طرفداری از طالبان میجنگند مثلا دولت های فاریاب در قندهار هلمند زیاد بود و همچنان از دو روز به این طرف متاسفانه تلفات بین نیروهای امنیتی بی حد زیاد است در نهر سراج در پغمان در بعضی نقاط دیگر تلفات غیر قابل قبول است این خود تایید میکنه که باید در پروسه صلح سرعت داده شود این مسئله با جنگ متاسفانه حل شدنی نیست بله خو څه فکر کوئ چې دا هم د حل لاره کیدلی شي چې دوی د جګړې ته زور ورکړي بېګناه افغانان دې ووژنې په بېلابېلو سیمو کې به ولس تل غوښتنه د دې کړې ده چې باید اوربان ټینګ شي حال دا چې اوربان ټینګ نه شو موږ و تاسې په تېر ژمي کې د دې شاهدانو چې جګړه هم کمه نه شلله جګړې خپل شدت درلوده آیا وسلوال طالبان لا هم موږ و تاسې په دې فکر بللی شو چې د جګړې له لارې دوی واک ترلاسه کړي یا دا چې نه دا د وسلوالو طالبانو هغه ناقصه کړنه ده چې اوس مهال کې ترسره کېږي او دوی به یوې پایلې ته رسولی ونه شي اینجا دو بحث است یکی که بحثی که طرف ها میتوانند یکدیگر از روی جنگ از روی فیزیکی محو کنند و دیگر مربوط میشه به سیاست طرف ها نقطه نظر ما ایست که طرف ها یعنی دولت و طالب ها در حدی نیستند که یک دقیقه را از رای جنگ از محو فیزیکی کنند هیچ کدامش توانایی را نداره نه دولت نه طالبا اما تا جایی که با طالبا ارتباط داره ما طالبا را که سیاستشان تعقیب میکنم اینا جنگ تکتیکشان است تا زمانی که یک موافقه یا توافقنامه که بزن از اینا نباشد تا همه دقایق که امضا شدن هم اینا از جنگ دست نمیکشند چون که از جنگ اینا دستاورد دارن یعنی چیزای خوبی را و از نظر زنا به دست آوردن اعتبار به امرالی جنگ برای زنا بخشیدن اعتبار منطقوی بخشیدن وضعیت از زنا از رای جنگ در حقیقت ارتقا یافتن بنابراین هیچ کس اتو تصور نکنه که طالبان در برهه‌ای از زمان که مذاکرات در ایران باشه از جنگ دست میکشند و حاضر به آتش بس میشن این یک فکر محال است طالبا تا زمانی که هدف مورد نظرشان حاصل میشه به جنگ ادامه میتن بله خو ښاغلی ندیم طالبان اوربان نکوي افغان حکومت هم د ولسونو د سر و مال د ساتنې ډاډ ورکوي او د دوی په وړاندې د مقابلې یادونه کوي چې افغان ځواکونه په پوره وړتیا سره د دوی په وړاندې درېږي دا سمه ده چې سرتیرو په بېلابېلو ډګرونو کې قرباني ورکړې ده همدې هیواد لپاره همدې ولس لپاره اما نن ورځ وسلوال طالبان د پلازمینې کابل تر ولسوالۍ را رسېدلي تر دروازو پورې را رسېدلي دي آیا دوی په کوم فکر دي چې سرتیری رښتیا هم مخالفین په کومو ځایونو کې ماتوي او ولې تر دغه سرحده پورې مخالفین راورسېدلی شي څه فکر کوئ
او یک بحث سیاسی است، بحث نظامی نیست. طالبا از طریق نظامی که پیشرفت نکردن، از نگاه سیاسی برای اونا فرصت های بیشتر ارائه شد، سهولت های ارائه شد، هم از داخل و هم از خارج. طالبا به یک قوی شدن. قوای مسلح افغانستان ضعیف نیست، از نگاه پرسنل کاملا در وضع خوب قرار داره، اما از نگاه سیاسی قوای مسلح همیشه تحت فشار قرار داده شده، باید ضعیف نگاه داشته شده و هم از جهت مدیریت. بنابراین مسئله سیاسی است. تا زمانی که از طریق سیاسی مسئله افغانستان حل نشه، از نظر نظامی حالا اصلا حل مسئله افغانستان ممکن نیست، چون که مشکل افغانستان سیاسی است. هر دو طرف هم اهداف سیاسی دارند در جنگ و در چیشان، در مبارزهشان. بنابراین اولویت دادن به حل سیاسی فکر میکنم به مسئله کمک میکنه که از تلفات دو طرف، هم از طالبا هم از دولت، جلوگیری شوند و هم از افراد ملکی، چون روز به روز قربانی های جنگ افزوده میشه. با دو طرف هم طالبا هم دولت تلفات میتند، میان افراد ملکی و قربانی میتند، صدمه میبینند، جاهای بودباششان، محلات که کار میکنند و همشون زندگیشان به خطر است. بنابراین مسئله افغانستان ضرورت به حل سیاسی داره، نه حل نظامی، چون ترکیب قوت ها در شرایط حالا طوری است که حل نظامی را ناممکن می سازند. بهتر است که هر دو طرف به حل سیاسی بکشند، نه به حل نظامی. بله، خب اوس محل څه فکر کوي ښاغلی ندیم؟ وسلوال طالبان پر دې باورمند بللی شو چې رښتیا هم د افغانستان مسله یوازې د سیاسي لارې یا هم د خبرو اترو له لارې حل کیدلی شي، جګړه حل لاره نه ده؟ که چیرته په دې باور باندې وینو، خو جګړه عملا روانه ده، موږ تاسې قرباني ورکوو. اونا از دید سیاسی وارد مسئله پروسه سیاسی شدن، با امریکایی ها ششتن توافقنامه امضا کردن و همچنان مذاکرات در دوحه جریان داشت و اونا شرط گذاشتن که به این شرط ما حاضر به آتش بس میشیم. این در حقیقت یک قدم سیاسی است از جانب طالبان و هم به جنگ تاکید دارند، چون جنگ مهمت سیاستشان میدانند. بنابراین در سیاستشان علاوه بر اینکه همزمان با پیشبرد مسائل سیاسی جنگ هم پیش میبرند، اونا وارد پروسه سیاسی شدند، اما ابتکار به دست طرف دولت نیست. دولت همواره عقب نشینی میکنند. مثلا طالبان یک شرط گذاشتند که رئیس جمهور کنار برن، ما آماده معامله هستیم. وقتی که زمان رئیس جمهور ای و شرط از اونا رو شمید، چون رئیس جمهور هم، ما رئیس جمهور نداریم که منتخب بسیار اکثریت یک میلیونی باشد، در انتخابات چند میلیون نفر اشتراک کرده بود، یا مثلا در افغانستان نبود که یک رهبر ملی، رهبر توده‌ای بوده باشه که در مبارزات مردمی مردم رهبری کرده باشه، این تو یک رهبر ما نداریم. بنابراین این پیشنهاد که شنیده بود، رئیس جمهور حاضر میشد یه شرط خود میگذاشت، مثلا ما به شرط از پس خود کنار میریم که نظام به کلیتش حفظ باشه، یا قوی مسئله حفظ باشه، یا حقوق شهروندی که در قانون اساسی تسجیل است او حفظ باشه، اما دولت تو هنوز عقب نشینی میکنن. بنابراین در حوزه سیاسی دولت متاسفانه یک قدم عقبتر از طالب است. بله، خود څه فکر کوي چې اوس محل د دولت مجبوریتونه څه کیدلی شي؟ حال دا چې موږ تاسې ورځ تر بلې د استانبول ناستې ته هم نږدې کیدونکي یاستو، تر څو د افغانستان په روان وضعیت خبرې وشي او دغه وضعیت یوه حل لاره پیدا شي. په کور دننه کې له یوې خوا څخه افغان حکومت په جګړې باندې خپل مدیریت زیاتوي، جګړه مدیریت کوي، له بلې خوا څخه سیاسیون هم په یو نه یو ډول د حکومت د کارونو په وړاندې راولاړ شوي دي، د دوی د ځینو کارونو نقد پسې راخیستې ده، خپلې طرحې د مصالحې عالي شورا سره شریکې کړي دي. موږ او تاسې د ګوتو په شمیر لس ورځې هغه نیټه چې اعلان شوې د استانبول ناسته ترسره شي په واک کې لرو، اما د ولسمشر غني د طرحې سربیره 15 نورې طرحې د مصالحې عالي شورا ته سپارلی شوي دي. آیا دغه تعدد د طرحو کې موږ او تاسې یو واحده طرحه مشخصولی شو په دومره وخت کې؟ و این تعدد طرح ها از یک جهت خوب است که جانب مختلف جناها دیدگاه خود دارند در قضیه افغانستان، اما در آخر در پایان روز باید اینا از طرف نظام یک طرح مشترک داشته باشند که به نمایندگی از نظام وارد معامله با طالبان شوند.
مثلا احزابی که طرح جداگانه پیشکش میکنن اینا نمایندگانی در دولت دارن یا فرزندان رهبرانشان در حقیقت نقل خور دسترخوان دولت هستن یا مثلا مخالفین اپوزیسیون مثلا بخوای حکمتیار رو ببینیم با احساسی که مخالفت داره مدرسه دولت زندگی میکنه از امتیازات از پیشکش های دولت استفاده میکنه اینا ما نمیتونیم آقای حکمتیار دشمن دولت بگیم چون از دولت امتیاز میگیره بنابراین در پایان روز یک طرح مشترک اگه اینا داشته باشند به نفع نظام است به نفع دولت است و به نفع خودشان است بهتر است که اینا طرحشان با واسطه که دیدگاه مختلف دارند در پایان روز توحید کنند و باید طرح وارد مذاکره با طالبان شوند در غیر از او در صورتی که اینا با طرح‌های مختلف وارد مذاکره با طالبان شوند من گمان میکنم در مذاکرات دست طالبان منعیس جنایی پیروز بلند خواهد شد بله خب اوس محل روان سیاستونه او دریزونه موږ تاسې څنګه بللی شو چې رښتیا هم له روان وضعیت څخه موږ تاسې د بدلون خواته ګام پورته کړی دی او موږ تاسې به خپل هدف ته ورسیږو یا دا چې نه ممکن موږ تاسې د ډیرو لوړو ژورو شاهدان اوسو طالبان هم د حکومت په طرحه باندې خپل نقد و نظر ولري حکومت د طالبانو په طرحې باندې او دلته د نړیوالو حضور تر ډیره محسوس دی نړیوال څه فکر کوي چې رښتیا هم د افغانستان د سولې او فلاح لپاره کار کوي تر څو دغه جګړه پای ومومي یا دا چې نه موږ تاسې نړیوال ذهنیت لا هم دې مسلې لپاره آماده نشو بللی په عمل کې تا زمانی که به نړیوال و کشورهای دنیا و منطقه ارتباط داره اینا تا حدی در مورد افغانستان به یک اجماع رسیدن حداقل در مورد مسائل امنیتی مثلا جلسه مسکو اگر ببینیم قدرت ها اونجا کنار هم آمدن با اسوازی که چین روسیه در بش موارد با امریکا مخالفت اونجا پاکستان در استانبول هم گمان میکنم از قدرت های مهم منطقه همسایه ها دعوت شده اینا نظر مشترک دارن در مورد افغانستان بالاخره اونا متوجه شدن که از نگاه امنیتی اوضاع فعلی افغانستان به نفع هیچ کدامشان نیست اونا حاضر شدن آماده هستن که با افغانستان همکاری کنند اما معزل حالا جانب دولت است و دولت تا هنوز اصلا با وسوسه که در کاغذ بچه‌ها رو پیشکش می‌کنند اما از نگاه عملی یک قدم هم منعیس یک قدم ابتکاری در آی سال نبرداشتن منعان مشکل است در موجودگیری دولت اگر دولت مثلا این توانایی را می داشت چرا این مسائل پیش می آمد دولت در وضع ضعیف قرار دارد خصوصا از نگاه تامین بودجه بودجه دفاعی ما از طرف خارجی ها تامین می شد بودجه داخلی ما حتی یک بخشش از طرف کمک های خارجی تامین می شد و افغانستان به کمک های خارجی نیاز دارد منعان مجبور است زمانی که تا زمانی که کمک خارجی میگیره به حرف خارجی هم گوش بده ما نمیتونیم بگوییم که دولت افغانستان کاملا در حوزه کاری خود خودمختار است مستقل است چون که کمک خارجی میگیره باید به حرف خارجی ها گوش بده دولت مردا کار میکردن شب و روز زحمت میکشیدن برنامه‌ریزی میکردن امروز ما فارغ از کمک خارجی بودجه خود تامین کرده میتونیم اون زمان دولت مردا حق داشتن که در این موارد موضوع خود داشته باشند و در موضوع خود با فشاری کنند بله خود افغانستان در سول مسئله پا تراو منگو تاس مهم بود کورنه بله شویده چه بحرانه زکه چه بحرانیان خورتابن لمک سر پا تیرو شلو کلونو که مرست تر سر کردی دی لا هم افغانستان تا دی تتر و حاله دی چه تر دی وروس تا با هم خپل و مرست و همکاریو تا دوام ورکو ننگوونه پا کم برخ که منگو تاس دیر لیدلی شو پا کردنه نه بحر خب ما اگر عمیق‌تر بریم یک دید فلسفی داشته باشیم در مورد اوضاع مشکلات اجتماعی ماهیت پدیده ها در اون زمان باید بگوییم که مشکل درونی است مشکل جامعه افغانستان است مشکل ساختارهاست مشکل در اقتدار است مشکل در نظام است مشکل در ساختار نظام است مشکل در گرداننده های این ساختار است مشکل اساسی در داخل است نه بیرون اما افغانستان از معدود کشورهایی است که همیشه در طول مثلا حداقل از اواخر قرن 19 به این طرف به کمک های خارجی وابسته بوده و فاکتور یا عامل خارجی بسیار تعیین کننده است تا هنوز هم این عامل تعیین کننده است فاکتور خارجی وارد معامله است در افغانستان از هیچ کس انکار کرده نمیتونه بنابراین
ما اگر قضیه را باید حل کنیم هم فاکتور یا عامل داخلی را نظم و نسق بدیم و هم فاکتور خارجی متوجه باشیم که بدون عامل خارجی ما نمیتونیم کارخانه خود نظم و نسق بدیم. بله خو خغل ندیم مونږ تاسو په دې ورستیو کې د امریکا له هڅو هم سترګې نشو پټولای. خلیل زاد په قطر کې په ترکیه کې او همدارز دې څخه مخکې هم په د افغان سولې په اړوندو مسایلو له بېلابېلو خواوو سره بحث او خبرې اترې ترسره کړې دي. یو شمېر شنون کې په دې باور ده چې امریکا هم اوس مهال دې ته متقاعده ده چې جګړې ته د پای ټکی باید کېښودلی شي. خو هغه تړون چې له طالبانو سره لاسلیک شوی دی د می تر لومړۍ نیټې د سرتیرو ایستل دي. نن مو هم رپورټونه ترلاسه کړي دي چې امریکا یو ځل بیا د دې یادونه کړې ده چې له لوجستیک پلوه او تخنیکي پلوه د می تر لومړۍ نیټې ناممکن ده دغه سرتیری ووزي. وروسته د می تر لومړۍ نیټې مونږ تاسې وضعیت څنګه ارزیابي کولی شو، ځکه چې د طالبانو دریځونه او سیاستونه هم مشخص دي او امریکا هم مشکل امریکا سیاسی است. از نگاه لوجستیکی، از نگاه فنی اصلا امریکایی ها مشکل ندارند در این کار سربازشان. امریکا، اردوی امریکا در اختیارش تقریبا بیش از 5500 تیاره ترانسپوری در اختیار دارند. اردوهای ناتو، مثلا اردوهای قدرتمند فرانسه، ترکیه، آلمان، انگلستان، ایتالیا، اینا هر کدامشان بیش از 500 فروان تیاره ترانسپورتی در اختیار دارن. مشکل ترانسپورتی نیست، مشکل لوجستیکی نیست. اینا میتونن که حتی خواسته باشن تمام بار بستره شون در یک روز از افغانستان بیرون کنن، برشان مشکل نیست چون قوی ترین قوی ترانسپورتی و اینا در اختیار دارن. اون مشکل امریکا مشکل سیاسی است، مشکل امنیتی است، مشکل در حقیقت جیوپولیتیک است. نمیخواند کنا بزودی از افغانستان برایند و آیا حداقل در شرایط اوضاع حاضر افغانستان را ترک کنند. بناهن بهانه پیش میکنند و در بهانه ایشان به گمانم اغلب پیروز هم میشن، چون که اختیار در حقیقت دستگاه دیپلماسی امریکا بسیار قدرتمند است، امروز در جهان تسلط دارد. کشورهایی که با امریکا معیت میکنند به شکلات ناتو یا غیر ناتو، اینا قدرتمندی کشورهای دنیا هستند. اینا مرزل در هیچ مورد ندارن و مرزل افغان هاست. باید اگر افغان ها خواسته باشند که قوی خارجی از افغانستان بیرون روند، باید اینا با اختلافاتشان کنار بگذارند، بین خود جور بیان و زمینه را برای ادامه حضور خارجی ها مساعد نکنند. مشکل امریکا ایست که در زمین های داخلی در حقیقت آماده نشدند. بنابراین به حضورشان حداقل به یک آینده کوتاه مدت اینا در افغانستان ادامه میتن. بله خو اوس مهال څه فکر کوي چې که امریکا د بهانو په لټه کې وي تر څو خپل حضور دلته یقیني کړي په بېلابېلو ډولونو باندې، آیا له وضعیت څخه یې ارزونه نه ده کړې چې طالب سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی، وضعیت به په افغانستان کې کومې خواته ځي؟ یا دا چې نه، دوی له دې څخه ویره لري که چیرته دوی له افغانستان نه ووځي وضعیت به بدتره شي. د دوی حضور یا نه حضور کوم یو د افغانستان وضعیت باندې موږ متاسف منفي تاثیر گذاره بللی شو؟ او این خود جنجال و تبلیغات رسانه ای است که مردم نگران ساخته که مثلا افغانستان امریکایی ها در این شرایط برایند، وضعیت چگونه میشه. اما پیش امریکایی ها این مسئله حل است، این اوضاع جهان کنترل میکنند، میفهمند که چه حالت افغانستان ترک میکنند و چه حالت بالای افغان ها میاد، این را خوب میفهمند. این یک غوغای رسانه ای است. اما مشکل افغان هاست، چون مثلا به دولت اگر توجه کنیم، قلمرو دولت را، پرسنل دولتی را، دولت به کمک ها نیاز دارد، به کمک های مثلا از طریق بودجه میشه یا از طریق حضور نظامی دولت نیاز دارد به کمک خارجی. مثلا امریکایی ها اگر اول می افغانستان را ترک کنند، مشکل اساسی متوجه دولت میشه نه طالبان. طالبان قلمرو خود دارند، عوامل خود دارند، روابط خود دارند. طالبان از این پروسه متضرر نمیشن، دولت متضرر میشه. باید دولت مردای موجود متوجه باشند که بدون حضور نظامی خارجی ها ادامه حیات سیاسیشان با سوال بزرگ مواجه است. بله خو حل لاره څه کیدلی شي ستاسو په نظر اوس مهال کې د استانبول ناسته څومره سرنوشت سازه بللی شو تر څو
روان جنگ و جګړې په بیلابیل ولایتونو کې او همدارس دغه بریدونه چې په پلازمین کابل کې تر سره کیږي تر سو پر دوی تاثیر گزاروي او موږ تاسو د دې شاهدان و نه وسو په لاندو ټکو کې حلار مقطع حاضر بجز حلار سیاسی روی نظامی وجود نداره. مجبور است دولت در بعض ساحات در بعض موارد عقب نشینی کنند. بدون عقب نشینی طالبا در یک حالتی قرار دارند، در یک مقطعی قرار دارند که با اونا امضای توافقنامه با امریکایی ها یک غرور دست دارند که نمیخواهند که این غرورشان به سادگی زیر پا شود. خواست طالبا بسیار واضح روشن است، اما طالبا از دیگاه سیاسی نظامی در موقعیت ضعیف هم قرار نداره، حتی ضعیفتر از دولت نیست. با حال نقطه ضعف با دولت زیاد مشاهده میشه، چون که فشار بالای دولت زیاد است. دولت خودش اصلا با بعضی عملکردها با گزینش بعضی سیاست های نادرست خود به این وضع رسانده، با کمک های خارجی وابسته است. بنابراین وضع دولت مذاکرات شکننده است، ضعیف است و مجبور است دولت اگر خواسته باشه که به توافق سیاسی برسه در بعضی موارد عقب نشینی کنند. بدون عقب نشینی اصلا توافق اصول ناشده نیست. ډیره زیاته مننه کوم د مثبت بدلون په هیله کور مو ودان ښاغلی ندیم.